میگن هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. با سلام و درود از شما دورمانده های از اصل سپاسگزارم که امشب آمدید تا در بازیافت روز وصل با هم شریک باشیم. من از سرزمین جادویی تئاتر میام با دستهای خالی، کوله باری پر از خاطره و شاید حسرت. گاهی از خودم میپرسم این چه جادو و افسونی بود که به جانت زد و طلسم شدی، تو رو واداشت قدم در راهی بگذاری که میدونستی پایانی نداره و هرچه پیشتر و پیشتر بری گمتر و گمتر میشی. امروز بعد از 60 سال زندگی با تئاتر که نمونه هاش رو دیدیم، اون که برام مونده یادآوری لذت غوطه خوردن در این اقیانوس بیکرانه. وقتی تن به موج میدی اون خنک‌ها، اون شتک‌های ناگهانی، ایستادن در مقابل هجوم، ترس‌ها، هیجان‌ها میشه همه زندگی تو. بازیگری کار مشکلیه. هر شب بازیگر باید روی صحنه امتحان پس بده. هر شب یک عمر در بوته آزمایشه. هر موفقیتی حراسش رو بیشتر میکنه. هر پله که بالاتر میره ترس از سقوط بیشتر میشه. همیشه از خودش میپرسه خب بعدش چی؟ نگرانه کار بعدیشه. با همه شور و شوق همیشه از خودش حس میکنه که در زمان میرکوب شده، در بنبست زمان. و من امروز در بنبست زمان میرکوب شدم. چاره جز خاموش ندارم، ساکت میمونم، چون به این نتیجه رسیدم سکوت بهتر از مزخرف‌گوییه، اونم مزخرف‌گویی دیکته شده. تئاتر با همه هنرها یک فرق کلی داره. نویسنده، شاعر، نقاش، مجسمه‌ساز، سایر هنرها اثرشون موندگاره. اون که خلق میکنن شاید بعد از قرنها و قرنها شما بتونید باز ببینید، بهش رجوع کنید. اما تئاتر، در تئاتر هیچ چیز تکرار نمیشه. هر اجرا یک خلق مجدده و همون لحظه‌ای که خلق میشه میمیره. مثل خورشید که هر روز طلوع میکنه اما هیچ روزی شبیه روزهای دیگه‌اش نیست. تئاتر همه زمانها رو به زمان حال در میاره، به اکنون، به حال تبدیل میکنه. شما رو رو در روی واقعه، حادثه، هر چی که هست قرار میده. شما به تئاتر میرید، در جای مشخصی میشینید، چشم به پرده میدوزید، منتظرید که سر ساعت معین تئاتر شروع بشه. خب شما آمدید تا تماشاگر حادثه، سرگذشت یا واقعی باشید. ما شما رو آماده میکنیم. 3 ضربه زنگ، چراغ‌های سالن خاموش میشه. گاهی یک موزیک آرام و آروم آروم پرده کنار میره. از میان نورها، رنگها، آدمها یک زندگی شروع میشه. شما میدونید، مطمئنید در صحنه همه چیز قراردادیه، هیچ چیز واقعی نیست. آدمها، گفتارها، صحنه آرایی، همه چیز.
وقتی هنرپیشه به نور پروژکتور خیره میشه و میگه واه چه روز قشنگی، شما نمیخندید، حتی اعتراض هم نمی کنید، کافیه شما به همون منبع نور نگاه کنید و بگید چه دروغ بزرگی. اما این کارو نمی کنید. چرا؟ شما آمدید تا اون چوری که در این دنیای قراردادی اتفاق میفته بپذیرید و گاهی باور کنید، به هیجان میایید، میخندید، بغض میکنید، گاهی به فکر فرو میرید، عکس العمل نشون میدید. شما به عنوان یک تماشاگر به سالن اومدید، اما تماشاگر باقی نمیمونید. شما خودتون رو با اون سرنوشتی که روی صحنه داره اتفاق میفته شریک میبینید، قضاوت میکنید، میپذیرید، نفی میکنید. پس شما دیگه تماشاچی باقی نمیمونید، بخشی از نمایش میشید. در تئاتر میگن، تئاتر همه میگن، میگن 50% تئاتر تماشاگره. شگفتا کرا بخت آن دادند که چون من تماشاگر بازی خیش باشم. خواه نخواه شمای تماشاگر به دنبال رگه‌هایی از زندگی، احساس، ادراک و تفکرات خودتون در یک اثر هنری هستید. تئاتر از یک دید گسترده به همه عوامل بشری نگاه میکنه. تئاتر همه جا هست، همه چی هست، مثل زندگی. خشم، نفرت، عشق، ترس، همدلی، اعتراض وقتی در هنر جایگزین میشه جنبه عام پیدا میکنه، دیگه شخصی نیست. ببخشید من می‌خواستم راجع به تئاتر معاصر حرف بزنم، ببینید چی یاد دارم سرها می‌کنم. این روز خونه که گاهی به صحرای کربلا می‌زنن، ما هم زدیم به صحرای کربلا. خب بگذاریم. تئاتر معاصر، خود تئاتر در سرزمین ما یک هنر معاصره. بیش از 100 خورده سال نیست که به ایران اومده تئاتر. فعلا با تاریخچه تئاتر، کسانی که در این راه زحمت کشیدن، چطور تئاتر اومد توی مملکت و چه اتفاقاتی افتاد زیاد صحبت نمی کنیم. ولی باید گفت که تئاتر بعد از انقلاب مشروطه به عنوان یک تجددخواهی و به قول معروف مدرنیته توسط فرهنگ‌رفته های اون روز به ایران اومد، گسترش نسبی پیدا کرد، مورد تایید و استقبال مردم قرار گرفت و رشد کرد. و این رشد به جایی رسید که در سال 1318 اواخر حکومت رضاشاه سازمان تنویر افکار عامه که وابسته بلدیه بود، یعنی شهرداری، مدرسه‌ای برای آموزش این هنر تأسیس کرد به نام هنرستان هنرپیشگی در خیابون چراغگاز اول محله عربا. مدیر مسئول این هنرستان مرحوم علی نصر بود که به او پدر تئاتر ایران لقب دادن، و تئاتری هم هنوز به اسمش در لاله‌زار هست به اسم تئاتر نصر که سرش دعواست و متروکه بود. هنرستان در آغاز دورش 1 ساله بود، ولی بعد از 3 دوره 3 ساله شد، دوره 3 ساله، و به عنوان ارزش تحصیلی معادل دیپلم 6 ادبی به حساب اومد و ساعت‌های تدریسش هم از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا شب، تا 9 شب بود. این هنرستان تمام کسانی که اون موقع علاقه‌مند به تئاتر بودن به خودش جلب کرد، یه دوره‌هایی دیدن. در سال 1320 با آمدن متفقین و اشغال نظامی ایران و رفتن رضا شاه، جامعه ایران به خصوص از نظر فرهنگی و هنری متحول شد. به وجود آمدن احزاب، روزنامه‌ها، نشریات، کتاب‌ها، کم شدن فشار و سانسور و خفقان، و از همه مهمتر آزادی نسبی باعث شد که فضای مناسب برای توسعه فرهنگی به وجود بیاد. و تئاتر هم از این توسعه بی‌نصیب نمود. یکی از کسانی که در این توسعه خیلی سهم بزرگ و والایی داشت عبدالحسین نوشین بود.
نوشین تئاتر ایران رو متحول کرد، به تئاتر اعتبار و شخصیت داد، زیربنایی از تئاتر ساخت که رهنمود نسل‌های آینده شد. از نوشین به عنوان کارگردان، بازیگر، نمایشنامه نویس، مترجم، ادیب و محقق باید به تفصیل حرف زد که اینجا مجالش نیست. البته کتابی هم آقای نصرت کریمی به عنوان یادنامه نوشین منتشر کردن که کسانی که علاقه‌مندن نوشین رو بشناسن میتونن اون کتاب رو مطالعه کنن. نوشین با تأسیس تئاتر فردوسی و تربیت جوانهای با استعداد، جایگزینی انضباط هنری، اخلاق هنری و به خصوص در جامعه اون روز تئاتر بسیار بسیار مؤثر و سازنده بود. در سالهای بین 1320 تا 1332، یعنی در این 12 سال، تئاتر رونق گرفت. در شهر تهران چندین تئاتر به سبک‌ها و سلیقه‌های مختلف مشغول به کار شد که میتونم از اینها به این ترتیب نام ببرم: تئاتر فردوسی، تئاتر تهران که بعدا به تئاتر نصر تغییر نام داد، جامعه باربود، تئاتر پارس، تئاتر گیتی، تئاتر بهار، تئاتر نو، تئاتر سعدی. ببینید همه اینا هم در محدوده لاله‌زار بود و هر شب هم پر از تماشاچی. جالبه، من تحقیق کردم آخرین برنامه‌های تئاتر پیش از کودتای 28 مرداد این بود: خصیص مولیر، مونتسرا، برای شرف شربانزاده، خاقان میرقصد، توسکا، محمود آقا را وکیل کنید و چند تا نمایشنامه دیگه. و البته این تئاترها تحت تأثیر کار نوشین خیلی در حال رقابت با هم بودن و این مورد خیلی خوبی بود. اجازه بدید من آب بخورم تا این تیکش خیلی سخته. در تابستان سال 1332 مرداد ماه کودتا شد. همه چیز یک بار زیر رو شد. همه چیز. تئاترها همه تعطیل شدن. به جز یکی دوتا. بزرگونی مثل خیرخواه، خاشه، شباویز، امینی، لورتا همه از مملکت فرار کردن. عده‌ای هم زندانی شدن و دیگرانی هم مثل صفی خان حالتی، مزدیوان فکری، علی اصغری گرمسیری، هایک کرکاش، استپانیان که هر کدوم وزنه بزرگی در تئاتر بودن با دلسردی و ناامیدی کار تئاتر رها کردن، یا به خاطر شرایط خاص و حکومت دیکتاتوری از صحنه رانده شدن. این سکوت و سکون در همه زمینه‌های فرهنگی اثر گذاشت و اتفاق عجیبی افتاد. در همین دوران بود که خیلی از مسائل اساسی هنری دوباره شکل گرفت و ما اولین نمودش رو در شعر دیدیم. شاملو میگه، سالس، اخوان سالس میگه: سلامت را جوابی نیست، سرها در گریبان است، زمستان است، تلخی و درد. شاملو میگه: سال بد، سال عشق، سال خون، سال کبیسه، سالی که غرور گدایی کرد. و یا زهری میگه: به گلگشت جوانان زنده دارید یاد ما را ای رفیقان، که ما در این شب تاریک زیر بال این خفاش خوناشام نشاندیم نگین صبح روشن را بروی پایه انگشتر فردا. و بسیار نمونه های دیگه. و ما میبینیم شعر پر از درد، پر از اندوه و پر از تلخی و یأسه.
میگن وقتی گله عقب گرد میکنه بز گرد جلودار میشه. مجسم کنید گله که کل جلو داره میره، اون بز گرد اون عقبه. وقتی عقب گرد میکنه جناب بز گرد میشه چی؟ میشه جلودار. خب همیشه بزهای گرد تو جامعه هستن. این بزهای گرد در تئاتر سفره جدیدی پهن کردن، خیلی راحت پای رقاصه های کابره ها رو روی صحنه تئاتر باز کردن و تئاتر تماشاگر واقعی خود رو دست داد و تئاتر به انگشت گذاشتن روی نقطه ضعف مردم، مردم عامی و کوچه بازار. نمایش لنگ و پاچه رو راه انداختن و این مورد تایید حکومت هم بود. چه بهتر از این؟ تئاتر جای حرف نیست، جای سخن نیست، جای پیام نیست، جای پیغام نیست. بیان رقاصا رو تماشا کنن، عشق کنن، برن. چیکار دارن با این حرفا؟ و این تئاتر از صبح 10 صبح تا 10 شب تا 12 شب برنامه داشت. خب بیچاره بنده خدایی که تو خیابون لاله‌زار آواره است، نمی‌دونه چیکار کنه. یه 2 تومانی میداد، یه بلیت می‌خرید، یه ساندویچ هم می‌خرید، با یه اون موقع هنوز پپسی کولا اینا نیومده بود، با یه لیموناد. میرفت تو سالن میشست، برنامه‌ای که تو کاباره بعد نگاه کنه با خیلی قیمت ارزون‌تر توی تئاتر نگاه می‌کرد. مهوش و آفت و شب‌پره و جمیله و همه این رقاصای خیابون شاهآباد و کافه شمشید همه دیگه شدن سوپر استار روز. و خب البته تنوع لازم، هر چند ماه به چند ماه هم آقایون و رؤسای تئاتر می‌رفتن این همسایه خون مالکیت‌های همجوار و جاهای دیگه رقاصه وارد می‌کردن تو متاعی نو به نو داشته باشن. حکومت هم مراقب بود، البته خیلی مراقب بود که رقاصه های خارجی بیش از حد معمول برهنه نشن، چون اون وقت عفت و عصمت عمومی رکه‌دار می‌شد. خب برای اینکه اسم تئاتر بر سر در تئاتر بمونه، یه تئاتر کمدی اخلاقی اجتماعی سراسر خندن می‌گذاشتم که البته برای تماشاش هیچ کس تو سالن نمی‌موند. از همین موقع بود که لفظ تئاتر لاله‌زاری سر زبون افتاد. خب این شرایطی که تئاتر داره. یده جوون از همین زمان بود که در یک چنین اوضاع احوالی نسل تازی تئاتر داشت سر بر می داشت. تئاتر مثل یک رویای غیر قابل دسترس ولی فریبنده وسوسه‌اش رو می کرد. باید کاری کرد. نمیشه دست گذاشت و منتظر معجزه بود. خسرت جوانی بیارامیه، جستجوه، اعتراضه، شکستن سدها است. خب ولی اونا راه به جایی نداشتن. شرایط، تمام شرایط ناامید کننده بود. یه شاعر نویسنده خب کتابشو می‌نویسه، میتونه تو تاخچه خونهش بگذاره، هر وقت فرصت شد کارش رو منتشر کنه. اما ابر و باد و مه و خورشید و فلک بعد در کار بشن تا یک گروه بتونه یک تئاتر رو صحنه ببره. خب در این گیرودار کوشش هایی هم شد. عده‌ای از هنرمندان قدیمی مثل جعفری، لورتا، خانم مرزاد، مینا، اینا جمع شدن دور هم یه تئاتری را انداختن. ولی کارشون نگرفت. این گروه جا و مکان مشخصی نداشت. سالن اجاره میکردن، نمایش میدادن. دخل و خرج با هم نمیخوند. از طرفی مسئله لنگ و پاچه بد جور آزارشون میداد. کارشون رو تخته کرد. سعی کردم، مقاومت کردم، اما نشد. بالاخره شکست خورد. خب جوونا اونا نه پشتوانه‌ای داشتن، نه اسم و رسمی. هیچ کس قبولشون نداشت. تازه کسی نمیشناختشون که قبولشون داشته باشه یا نه. با این همه کوشیدن، به هر دری زدن. خب زندگی جاریه، زمان هم میسازه هم ویران میکنه.
آی فصل ویرانی است، فصل اندوه زمستانی است، ولی بالاخره همه این فصل ویرانی ها و اندوه زمستانی ها میگذره. باید تحمل کرد و کوشید. روزنه پیدا شد، کسی پیدا شد، خودش دلسوخته هنر بود، با صمیمیت جوانو رو پذیرفت، پناه داد، راهنماییشون کرد، دل سوزوند. باید واقعا گفت که یکی از صمیمی‌ترین و نام‌آورین‌ترین خدمتگزاران هنری مملکت بود. این مرد مهربون یه پیرمرد ارمنی بود به اسم شاهین سرکیسیان. شاهین تن به خطر داد، ما رو پذیرفت، البته نه به خاطر ما، به خاطر تئاتر. این رو بعدها فهمیدیم. جوانای علاقمندی که جایی نداشتن، ما میرفتیم تو پارک شهر گاهی اوقات، دلمون خواست تئاتر کار کنیم، من تو با هم حرف میزدیم، پناه داد به ما. یه بالاخونه زندگی میکرد، بالای کالج، سر خبونه رشت، خودش بود و مادر پیرش. سالها با صادق هدایت و نوشین و بزرگان ادب و هنری مملکت مشهور و معروف بود. چند زبون میدونست و تنها سرمایش کتابهایی بود که تمام در و دیوار خونش رو پوشونده بود. تو ژورنال دو تهران قلم میزد به زبان فرانسه. ممر زندگیش هم همین. عصر که می شود ما جوانا از گوشه کنار شهر به خونش می رفتم، البته با احتیاط و یکی یکی، چون حکومت نظامی بود و اجتماع بیش از 3 نفر ممنوع. پرده ها رو می کشیدم، یه چای قهوه و بعدم بحث و جدل راجع به تئاتر. خیلی جالبه، اونا تئاتر رو مخفیانه شروع کردن. بالاخره لو رفتن. یه شبی مثل اینکه یکی از این در همسایه‌ها یا کاسبای محل گفت بود آقا من می‌بینم جوان ها هر روز میرن از جی میرن بالا میرن پایین، یه در میپاره میان. خلاص یه شب نصف شبی ریختن و سرکیسیان رو گرفتن بردن فرماندار نظامی. اون موقع اون ساواک درست نشده بود، بیچاره رو بردن پیرمرد اونجا نشوندن. یه دوری کتابش هم بردن، همین کتابش هم به زبان خارجی بود دیگه. یارو ازش پرسیده بود این چیه؟ گفت ها این چه خوفه؟ ها اوف؟ به دست سوخت تو اوف درخت خونت جمع کردی؟ این کیه؟ این استانیسلافسکیه. استانیسلافسکی خلاص بیچاره رو گرفتن، فکر کردن دیگه جاسوس درجه یک رو اسیر کرده، بردنش رو گرفتنش رو های محاکمه. بالاخره دست به دامن مسعودی سردبیر روزنامه اطلاعات شدن، یعنی امساب امتیاز. گفتن آقا این بچه بیچاره پیرمرد کار مند تو بود بردنش، خلاصه اون اومد و وساطت کرد و سرکیسیان رو ول کرده. بعد از ول کردن سرکیسیان خوشبختانه ما هم آزاد شدیم، چون دو متوجه شدن که اینجا مرکز خطر نیست. این کار چند سال طول کشید، رفتن به اون بالاخونه، و بیشتر نام‌آوران تئاتر امروز از همون بالاخونه فارغ التحصیل شدن و پروبار باز کردن. اسم چند نفرشون به یادم مونده: عباس جوانمرد، بیژن مفید، فهیمه راستگار، پرویز بهرام، جمشید لایق، اسماعیل داورفر، هوشنگ لطیف‌پور، احمد براتلو، علی نصیریان، بهمن فرسی، محمود نوذری، جعفر والی، جمیله شیخی. پی نبود. بعد از مدت خونه سرکیسیان تبدیل به یک آتلیه تئاتر. این دور هم جمع شدن یک نتیجه بزرگ داد. ما میشستیم راجع به تئاتر حرف میزدیم،
ولی راجب تئاتر نبود تنها، راجب آینده تئاتر هم حرف می‌زدیم. خب به فرض این که ما تونستیم کار تئاتر بکنیم، چی کار می‌خوایم بکنیم؟ اینجا یک نتیجه بسیار بسیار مثبت و بسیار بسیار تاثیرگذار رسیدیم. بعد از خوندن و تحلیل و بررسی هزار چندین نمایشنامه، مطالعه رو تکنیک بازیگری و امکانات صحنه و بازی این چیزا، به این نتیجه رسیدیم که باید با تئاتر ایرانی وارد کود بشیم، چون تا اون موقع تمام کارهایی که بیشتر رو صحنه میمد، حتی موفقیت بزرگی هم کسب می‌کرد، تئاترای ترجمه بود یا اقتباسی از ترجمه ها بود. حتی نوشین یک کار ایرانی نکرد با همه عظمتش. خب این راهی بود که باید پیموده میشد، باید کوفته میشد، باید آماده میشد برای یک درام ملی. این توجه به درام ملی افق تازه و بازی بود برای نگاه کردن به زندگی مردم و فرهنگ و سرزمین خودمون، فرهنگ گذشته، حال و اون چی که در جامعه اون روز اتفاق می افتاد. خب از نظر تکنیکی و فنی هم برای کارگردان چیز خیلی جالبی بود که با یک مسئله بسیار زنده و قابل لمس برخورد کنه. خب فکر خوبی بود، فکر بسیار عالی بود. ولی از کجا باید شروع کرد؟ با کدوم مرد؟ با کدوم دستمایه؟ جستجوها شروع شد، پیشنهادات شد، بالا رفتیم، پایین رفتن، اونور رفتن، دقره. سرانجام صادق هدایت به فریادشون رسید، دست به دامن آثار او شدن. البته میدونید صادق هدایت چندین نمایشنامه داره، اما اون چیزی که اونا میخواستن این نمایشنامه ها بازگو نمیکرد. عباس جوانمرد سراغ دو داستان کوتاه صادق هدایت، محلل و مرده خورها رفت. این دو اثر برای نمایشی شدن خیلی راه داره، خیلی دقیقا داستان توی یک فضای بسته با یک محیط و اون مسائلی که درست تئاتر مورد تاییدشه بود و اونها این آقای جوانمرد این دوتا نمایشنامه رو ادپته کرد به این دو داستان رو ادپته کرد به نمایش و کار استوار و محکمه مزاد در من ببخشید من هیتش نمیشه. فعلا دو تا نمایشنامه ایرانی از صادق هدایت به نام محلل و مرده خورها داریم. فکر اجرا نیست اینا، هیچ کدوم، فقط باید کار کرد. تمرین ها شروع میشه. اینجا یک شانس بزرگ نصیب گروه شد و اون این بود که دو چهره بسیار بسیار معتبر و نازنین تئاتر اون موقع روز ما، خانم عصمت صفوی و خانم چهره آزاد، به این گروه پیوستن و اینا تو مرده خورها نقش اون دو زن رو بازی کردن که واقعا خود جنس بودن، مثل که از درون قصه صادق هدایت بیرون کشیده شده بودن. و تو محلل علی نصیریان، آقای عباس جوانمرد، داورفر و لایق نوع بازی ارائه دادن که خیلی تعجب آور بود. وقتی دقت میکردی ببینی چه بازی مشکلیه، چقدر سخته، برای اینکه خب من یک قهوه چیه چه میدونم، یک کافه چیه مثلا انگلیسی رو بازی میکنم یا مکزیکی رو بازی میکنم،
یه چمای کلی راجبش دارم، اما وقتی قهوچی ایرانی رو بازی میکنم باید تمام اون خصوصیات قهوچی ایرانی رو داشته باشم تا شمای تماشاگر بگید آه این رسی قهوچی سر کوچه ما بود، لنگه این بود، یکی بگه آره من رفتم یه قهوه خونه فلان، یه آدم مثل این بود، یعنی یک چهره جامعه از مجموعه اون چیزی که ما به عنوان قهوچی تو تهران میشناسیم رو صحنه بیاره. و این دیدیم نه کار مشکلی است و بسیار کار باشکوه و قشنگ. بعد از اون علی نصیریان اقتباس از نمایش از داستان دشکل صادق هدایت نمایشنامه نوشت به اسم افعی طلایی. ببینید اینا تمام جرقه هاست که من دارم توضیح میدم. افعی طلایی به صورت معرکه اجرایی میشد، یعنی درست مثل معرکه گیرا که چطور معرکه میگیرن پول جمع میکنن و داستان در معرکه اتفاق میفته، در همون معرکه گیری که یکی از نمایش های سنتی ایرونه. بلبل سرگشته که علی نصیریان نوشت واقعا نشون داد که ما در پیشبرد کار درام نویسی ایرانی خیلی امکانات وسیع داریم. و همون موقعی بود که ما اعلام کردیم، یعنی آقای جوانمرد در اون مانیفست اعلام کرد که تنها تئاتر ملی میتونه راهگشای درام و حساب این هنر بزرگ توی ایران باشه. از به مخموم از من بودم. خب بریم سر مطلب. حالا جوان ها نسل جدید تئاتر با روشی جدید و نگاهی تازه قدم به میدون گذاشته و این موج آماتوریسم یا به قول خودیا تازه به درون رسیده ها علارغم همه تنگناها و مشکلات توانسته بود قد بکشه و سرافرازی کنه. آماتورها پرچمدار تئاتر شده بودند و کوشش داشتند امکانات جدیدی به دست بیارند. یکی از این امکانات دانشگاه بود. به همت دکتر علی اکبر سیاسی که یادش گرامی باد، واقعا گرامی باد، دانشکده ادبیات که اون موقع آقای دکتر سیاسی رئیس دانشکده بود با موافقت مؤسسه فرانکلین، مؤسسه فرهنگی فرانکلین آمریکا، قرار گذاشتن که استادی بیارن به ایران در دانشکده ادبیات تئاتر درس بده. و آدمی اومد به اسم فرانک سی دیویدسون. برای اولین بار تدریس رسمی تئاتر در دانشگاه راه پیدا کرد. تقریبا تمام برای بچه های دوره برای سرکیسیان تو این کلاس شرکت کردن. در نتیجه خوب سطح کلاس بالا رفت. شور و هیجان مصریه. دیویدسون هم از داشتن چنین بچه های باز استعدادی که دوره برایش بودن و شاگردهای خوب خیلی خوشحال بود. دیویدسون غیر از کلاسی که در دانشکده ادبیات داشت یک کلاس نمایشنامه نویسی در وزارت فرهنگ و هنر را انداخت و یک کلاس کارگردانی هم در انجمن ایران آمریکا. و در هر سه کلاس شروع کرد به تدریس کارگردانی، اصول بازیگری و تئاتر و نمایشنامه نویسی. در همین زمان سه نمایشنامه معروف دنیا را همین رو صحنه آورد. خیلی آدم پرکاری بود که ما بعدها خیلی چیز از همین پرکاری او یاد گرفتیم. در کنار تدریس سه تا نمایشنامه معروف دنیا را رو صحنه آورد که یکیش بود شهر ما مال فورتون وایلدر که از همون زمان یکی از مدرن ترین تئاتر اون دوره بود، یکی که این شهر ما رو با هنرپیشه‌های حرفه‌ای اون موقع مثل سارنگ و شبا اینا که بودن اون موقع با اونا کار کرد، یک نمایشنامه کار کرد به اسم باغ وحش شیشه‌ای با شاگردای کلاسش. باغ وحش شیشه‌ای مال تنیسی ویلیامزه و اون رو به صورت صحنه گرد اجرا کرد، یعنی تماشاگر دور میشست و تئاتر وسط بازی میشد. و یک نمایشنامه هم گذاشت به اسم پیکنیک اثر ویلیامینگ با
با گروه کوچک که به زبان انگلیسی بود. دیویدسون روی جنبه های عملی و تجربی در تمرین ها خیلی تکیه میکرد و این شانس اون جوان ها بود که اونجا رو که در بالاخونه سرکیسیان به عنوان تئوری یاد گرفته بودن اینجا عمل کنن. یک سال بعد تئاتر جزء دروس اختیاری دانشکده ادبیات شد، سه واحد درس، و بعد استاد جدیدی اومد به اسم کوینبی. کوینبی هم فرصت بیشتری داشت و هم زمان مفصل تری. از کوینبی ما یک کاری کرد خیلی جالب که به نظر من یکی از کارهایی بود که بعدها الگو قرار گرفت. این اولین کاری که کرد اعلام کرد که کلاس من، خب دانشکده ادبیات کلاس منه، اما من یک کلوب تئاتر دانشگاه میخوام درست کنم که تمام دانشجو از تمام دانشکده ها میتونه در این کلوب شرکت کنن. در نتیجه تمام نیروهای تئاتری که علاقه مندی به تئاتر بودن جذب این کلوب شدن. این کلوب انتخاباتی کرد و رسوشو خودشون انتخاب کردن، از دو دانشگاه بودجه گرفت و شروع به کار کرد و این اولین حرکت متمرکز تئاتری بود که ما تونستیم داشته باشیم که در اون بتونیم کار تئاتر رو به صورت خیلی راحت‌تر و آسان‌تر و بدون دغدغه خاطر انجام بدیم. البته اون موقع سازمان امنیت بود اذیت می‌کرد، اما تیغش به اون آمریکایی دیگه نمی‌برد. ما هم از این شانس استفاده کردیم، در واقع سوء استفاده کردیم. کوینبی با دانشجوهایی که داوطلب کلوپ تئاتر دانشگاه بودن یک کار خیلی بزرگی انجام داد. پیسی گذاشت به اسم بیلی باد که در این نمایشنامه حداقل 40 تا بازیگر شرکت داشتن. جدا از بازیگرها، ساختن دکور، دوختن لباس، کار نور و صدا، مدیریت صحنه، برنامه ریزی، به طور کلی تمام امور نمایشنامه رو خود دانشجوی انجام دادن. و بعد ها ما متوجه شدیم که چقدر آموختیم، یاد گرفتیم دکور رو چجور بسازن یا لاقل دکور ساز کارش چیه، و این خیلی خیلی مؤثر بود برای تکوین اون چیزی که در آینده میخواست اتفاق بیفته. در سال 1336 وزارت فرهنگ و هنر تشکیلاتی را انداخت به اسم اداره هنرهای دراماتیک و عده‌ای از جوانا رو دور خودش جمع کرد، دعوت به کار کرد، اونها هم رفتن و جذب این اداره شدن. علی نصیریان، پرویز بهرام، مسعود فقیه، جمشید لایق، عباس جوانمرد، داور فر، کسبیان، جعفر والی، جمیله شیخی، رشدالدین خسروی، دیلمقانی، خلاصه همه آدمایی که اون موقع واقعا اهل تئاتر و عاشق تئاتر بودن رفتن و در اداره تئاتر کارمند شدن. خب گفتیم اداره است، پشتوانه حقوقی داریم، دولت میتونه همه کار بکنه، چه بهتر از این. ولی اداره درست شد مثل همه اداره ها. ریاست آقای دکتر مهدی فروغ. حالا ما ایشون رو میشناختیم. ایشون در کلاس های دانشکده مترجم آقای کوین دیویدسون بود. ولی گاهی اوقات آقای دیویدسون یه چیزی میگفت، آقای مترجم یه چیزی که ترجمه میکرد. چون با اون حرف موافق نبود. بچه هم خب انگلیسی بلد بودن، بلند میشدن میگفتن آقا تو اینو گفتی، این آقا اینو ترجمه کرده. در نتیجه درگیری به وجود میمد. بعدم یه مدتی گذشت و ایشون رفت انجمن ایران آمریکایی کلاس تئاتر درست کرد که کارش نگرفت و اینا. به هر حال الان ایشون شده بودن رئیس اداره تئاتر. از این نظر میگم میشناختی میشه. و ایشون عضو انجمن دوستداران تئاتر بود. خب ما موندیم متر. این اسم تا اون موقع هیچ وقت به گوش ما نخورده بود. ما نمی‌دونستیم تو مملکت ما یک انجمنی به اسم دوستداران تئاتر وجود داره. خب جوانان کنجکاوند دنبال مسائل میرن. دنبال کردیم دیدیم که بله، یونسکو، سازمان یونسکو هر سال یک بودجه قابل توجهی در اختیار این انجمن میگذاره
برای توسعه تئاتر در ایران. رئیس انجمنم آقای بود به اسم آقای خواجه نوری که حتی ما اسمش هم نشنیده بودیم. یونسکو سالی چند تا بورس هم به این انجمن میداد که این بورس ها رو اونا لاغم ظاهران به جوان ها میدادن و میرفتن اونجا تئاتر میخوندن، ولی ما اصلا نفهمیدیم چی بود، چی بود، کجا رفت، چی شد و هنوزم بگذاریم. بالاخره اداره جدید جدید و تأسیسی درست شد و به اسم اداره هنرهای دراماتیک، اول شاباد بغل مدرسه شاهدخت بغل عرق فروش آرداشس. آرداشس باید دقیق داد. خب یه پاساژ بود تا یه پاساژ در آهنی پله میخورد پایین، یه حیات آجوری، اون ته هم یه ساختمون بود، ساختمون خیلی قدیمی، اداره هنرهای دراماتیک. ساختمون رفتیم دیدیم اتاقا قبلا تقسیم شده بود، ریاست محترم، معاونت، دبیرخانه، کارگزینی، حسابداری، آبدارخونه و یه اتاق بزرگ که دور تا دور یه صندلی گذاشته بودن و میز، اتاق کارمندان، یه دستشویی، ببخشید، یه دستشویی وسط سالن ساختمون بود که چیز دستشویی مخصوص ریاست بود. بعد دو تا دستشویی رو بالکن گوشه تراس بود، اونجا دستشویی کارمندان. این تشکیلات اداره تئاتر بود. خب جای تمرین، سالن اجرا، هدف از جمع شدن ما، خب ما تئاتری هستیم، میخوام کار تئاتر بکنیم، برنامه کار چیه؟ پرسیدیم ها برنامه کار چیه؟ ما باید از خودمون شروع کنیم، باید اول از شماها که آدم ها، باید اول از شماها آدمای منزه و پاکی بسازیم که خدایی نکرده نام هنر رو لکه‌دار نکنیم، و پیش از اون باید جامعه رو، این مهمه، باید جامعه رو از طریق کتاب، نشریه، جزوه و مطبوعات و مرتب کتاب منتشر کنیم و در اختیار مردم و دانشجو بذاریم تا جامعه قابل پذیرش این هنر والا باشه. خیلی ایده بزرگیه، خیلی خب خیلی ایدئالیستی قضیه. اولا خب ما هیچ کنون پیشینی، سوء پیشینه نداشتیم، چیزی از ضد اخلاقی هم نبودیم. بعدم خب باید تئاتر از تئاتر شروع کرد، بهترین راه معرفی تئاتر خود تئاتره. خب پس یک ما چیه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ پرسیدیم. خب سوال خوبیه، بسیار خوب، سوال بسیار خوبیه. ببینید ما باید در تئاتر اول انضباط رو به وجود بیاریم. بسیار عالیست. خب ببینید ما انضباط رو به این ترتیب عمل میکنیم. اولا شما آقایون باید سر ساعت 8 بیاید اداره، دفتر رو امضا کنید، و اگر دیر بیاید، جوک نمیگم، و اگر دیر بیاید جریمه میشید. و بعد وقتی هم در اداره هستید، اگر خواستید بیرون برید، یه ورقه‌ای بود بعد پر می‌کردیم، از این ساعت تا این ساعت بنده به خاطر اینکه مثلا چه می‌دونم هرچی دارم میرم بیرون، این رو ببریم دم در. حالا فهمیدیم یه کیوسک هم دم در بود که ما مونده بودیم این کیوسک واسه دم در ساختن. یه نگهبان یا آقای اونجا نشونده بودن، اسمش هم اتفاقا آقای نگهبان بود، فامیلش هم نگهبان. اونجا میشه هر وقت هم ما رو میدید گردن کج میکرد، ما برقه رو میدادیم دستش، باید این برقه رو پر کنیم به آقای نگهبان بدیم که بگیم از در بیدیم. یادم اون روز وقتی این حرف رو جناب رئیس میزد، عباسی جوامد گفت مزاح میفرمایید. پرویز برام جوشی بود، برگشت گفت من حقوق خوندم، میرم دنبال کار وکالت، و رفت.
مسعود فقیه نتیجه گرفت که بابا اینا خارت و پورت رئیسانه است، حریف ما نمیشه. اولین اقدام چاپ یک نشریه دو هفتگی بود که من نمونه شو دارم. این نشریه بسیار نشریه معتبر و هر دو هفته 25 کارمند اداره تئاتر در دفتردار و حسابدار و نمی‌دونم دفتر و دستش اینو در میآورد. 15 روز تئاتر ایران. بسیار. کار بنده چی بود؟ یک سال و نیم کار من این بود که این نشریه رو بنویسن، ببرم اداره مرکزی چاپخونه، بدم آقا این واو رو این ورتر بذاریم. بسیار. دوباره ورش دارم ببرم اداره آقای دکتر فروغ ببینه، بگی نه آقا این واو رو بخود بالاتر بذاریم. باز من ببرم اداره، بگم آقا هم. یک سال و نیم کار من این بود که این نمونه های چاپی را از اداره بگیرم، ببرم بدم آقای دکتر فروغ تصحیح کنه و بعد که چاپ شد برم از چاپخونه تحویل بگیرم، بیارم اینا رو دونه دونه. اسم شما خواستید، شما خواستید، شما خواستید، آدم هایی که حساب نشریه رو خواستن براشون اسماشون رو بنویسم، آدرسشون رو بنویسم، تمبر بزنم بذارم کنار، همینجور دسته 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 بدم ببرن پست کنن و بفرستن برن. این شد کار من. ای دل غافل چی فکر میکردیم چی شد؟ گفتیم روزگار میگذره، ما خیلی سخت‌تر از اینا شدیدیم. در همین موقع ها یه اتفاق دیگه افتاد، اونم آمدن اسکویا بود. مهین اسکویا، مصطفی اسکویا هر دو از همکارهای قدیمی نوشین بودن و شنیدیم که آمدن. اونها تحصیل کرده مسکو بودن، در شوروی درس خونده بودن، اومدن و خب میخواستن گروه تشکیل بدن. رفتم سراغشون، با گرمی و احترام منو پذیرفتن، قول همکاری دادن. ولی چند روز بعد یک آگهی در روزنامه در جعبه اعلانات اداره خوندم که کارمندان این اداره حق کار کردن با هیچ گروه و تئاتری را ندارند، در صورت تخلف اخراج خواهند شد. خب عده‌ای از کارمندان پیش از اینکه اخراج بشن استعفا دادن رو به گروه اسکوی پیوسته و عطای اداره تئاتر رو به لغاش بخشیدم. اینم بخش اداره تئاتر. بسیار. نوشتن 10 دقیقه باقی است. خب اون 10 دقیقه تموم شد. اونو خیلی مونده آقا، 10 دقیقه بیشتر. خلاص عده زیادی از اداره تئاتر رفتن پیش اسکویی. دنیای جدید، شور و هیجان تازه، امیدهای فراوان. همه کوشیدن با جان و دل، با همه توان و عشق. سرانجام در سال 1338 در محله یوسف آباد تئاتر آناهیتا با نمایش اوتلو اثر شکسپیر افتتاح شد. من در اون نمایشنامه معاون کارگردان بودم و یاگو بازی میکردم. بارقه امیدی بود. اما عشق آسان نبود اول، ولی افتاد مشکل ها.
تماشاچی نداشتی. یوسف آباد اون زمان جایی بود دور از شهر، نیمی از اون هنوز باغ و زمین بایر بود. بهش میگفتیم خدا کنه تماشاچیه که آخری شب از تئاتر میرن بیرون گرگا پارشون نکنه. اون منطقه تازه داشت رو به توسعه میرفت، ولی خب بعد مقاومت کرد و دوستان مقاومت کرد. نمایش اوتلو عکس العمل مثبتی در جامعه اون روز داشت. تئاتر آناهیتا نقطه امیدی شد برای همه تئاتری ها. بعد از اوتلو خانم مهین اوسکوی نمایشنامه خانه عروسک ایبسن رو به روی صحنه برد. ایبسن همون کسیست که اخیراً هدا گابلرش رو صحنه بردن و توقیف شد و گفتن این ایبسن اصلا معمود سیاه. در آن نمایش من معاون کارگردان و بازیگر نقش دکتر رانگ بودم. باید گفت، صمیمانه باید گفت که مهین اوسکوی یکی از باسوادترین، با استعدادترین و با شکوهترین چهره های تئاتر ایران بود و عطا به او لقب بانوی تئاتر داده. من با کار کردن با مهین خیلی ظرایف و نکات یاد گرفتم. به هر حال اون واقعا شیفته تئاتر بود. بعد از اینکه تئاتر به هم خورد و از اوسکوی جدا شد و کارمند زوب آهن شد، چون زبان روسی میدونست، مترجم شد، ولی باز تئاتر رو بر نکرد. توی خونش، توی یکی از اتاقهای خونش جا درست کرده بود. جوانا میرفتن اونجا، با چه ذوق و شوقی بهشون درس میداد و اصلا دیوانه کننده بود وقتی با این خانم که با برخورد میکردید، شوق و ذوق و هیجانی که این نسبت به تئاتر داشت واقعا آدم رو شرمنده میکرد که ما چرا این شوق و شوق رو نداریم. بگذاریم. خب بین اوسکوی و بچه ها اختلاف افتاد و وضعی پیش اومد که به خاطر منیت هایی که دوستگویی داشت و اون اخلاقای خاص خودش یه عده زیادی ازش جدا شدن با کمال تأسف. یادم یک کتابی منتشر کرد به عطا آقای دوستگویی اسم تاریخ تئاتر ایران، که آقای جوانمرد منیت پدرخوانده رو در نقد این کتاب نوشت. خب البته زیرکی ها و منیت ها و گاهی دودوزه بازی کردن و اوسکوی کار دستش داد. در نتیجهش و در نتیجه زیادی از دوروبرش جدا شدن ازش. ولی خب متاسفانه خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. با وجود این نمیشه انکار کرد که اوسکوی ها رو تئاتر ما خیلی تاثیر گذاشت. و تا اونجا که من خبر دارم خارج از این محدوده تئاتری دیگه وجود نداشت، یعنی فعالیت تئاتری وجود نداشت. خب بنده از تئاتر اوسکوی اومدم بیرون، باز از اونجا رونده، از اینجا مونده. تا اینکه خبردار شدیم با کوشش عباس جوانمرد و مذاکراتی که با تلویزیون اون موقع انجام داده، موافقت شده که هر هفته یک تئاتر از طرف اداره هنرهای دراماتیک در تلویزیون اجرا بشه. منم که خب خبر نداشتم از جایی، تازه هم ازدواج کرده بودم و خوشبختانه کار دوبله مقدار ممر زندگی رو میگذرم و خب خانوم هم معلم بود. برای اجرای برنامه‌های تلویزیونی عباس جوانمرد خیلی کوشش کرد و کاری کرد که کسانی که از اداره رفته بودن دوباره به اداره برگردن، اما دکتر فروغ زیر بار نمی‌رفت. اصلا اون با کل برنامه مخالف بود، ولی خب تیغش نبرید و سرانجام به قول معروف عباس آقامون خبر داد که جعفر خان برگرد. اوضاع درسته، درسته. من به عنوان کارگردان به صورت روزمزد دوباره استخدام شدم. شروع کردیم، ادامه دادیم. هرچه زمان گذشت مصرتر شدیم. بیشتر این تصاویری که امشب دیدید مربوط به اون دوره است.
هر کدوم از ما کارگردان های یک ماه و نیم تا دو ماه فرصت داشتیم که یک پیس آماده کنیم و این یعنی کار مداوم، کار حرفه‌ای. او دور دنیا پرسه داده، این پیس ژاپنی، پیس چینی، پیس هندی، همه چی گذاشتیم، از هر کشور ترانه. و پیش از هر برنامه یک مرحله آموزشی هم داشتیم، راجبون تاعت حرف میزدن، صحبت میکردن، راجبون نویسنده، و یک اطلاعات عمومی هم از طریق تلویزیون به مردم میدادیم. اینجا اتفاق باز جالبی افتاد و اونی که خب حالا کار تلویزیونی و برنامه هر هفته است، پس میشه جوانها رو تشویق کرد که نمایشنامه بنویسن. و خب من نمایشنامه می‌نوشتم، میتونستم داره اجرا میشه، رو صحنه میان. قبلا رغبتی به این کار نداشتن، ولی خود این باعث شد که رغبت پیدا کنن. در اون زمان براتون عرض کنم که آدمایی که اون موقع با این طریق وارد کار نویسندگی تئاتر و درام نویسی شدن، کسانی بودن مثل بهرام بیضایی، اکبر رادی، غلام حسین ساعدی، محسن یلفانی، فریده فرجام، مهین تجدد، پرویز صیاد، کوروش سلحشور، پرویز کاردان و بسیاری از نمایشنامه نویسان دیگر. این برنامه های مسلسل در شناسایی تئاتر به مردم خیلی کمک کرد. و خب از طرفی هم گروه های آماتور غیر دولتی هم شروع به فعالیت کردن و فعالیتشون هم خیلی چشمگیر بود. دیگه تئاتر از اون حالت تمرکز و کنترل که قبلا ما دچار شده بودیم خارج شد. کارگردان های درس خونده فرنگ رفته از فرنگ برگشتن و موفق شدن تکنیک های جدید تئاتر با نمایشنامه‌های جدید رو صحنه بیارن. در این تداوم چه نویسنده، چه بازیگر، چه کارگردان هم تجربه اندوخت و هم صاحب سبک و روال خاصی شد، برای اینکه هر کسی به روال خودش و سبک خودش شروع کرد کار کردن و در نتیجه ما دیدیم روالهای مختلف. مثلا بیژن مفید همون کاری رو میکرد در زمینه ادبیات دراماتیک ایران که مخصوص خودش بود، یا عباس جوانمرد، یا علی نصیریان، یا هر کدوم از دوستان، هر کسی اون سبک و سیاق خودش رو یواش یواش توی کار پیدا می‌کرد. تا اینکه البته تونتون بگم، برای اینکه 10 دقیقه بیشتر وقت نداشتم، چقدرش بشه نمی‌دونم. بعد بزرگترین حادثه‌ای که اتفاق افتاد این بود که یک قطعه زمینی در جنوب پارک شهر، شهرداری یک مهندس نیکوکاری داد به اسم مهندس بابایان و اونجا اون یک تئاتر ساخت به اسم تالار 25 شهریور. البته این اسم نمیدونم چرا این اسم بشن رو تئاتر. جای تئاتر زیاد مناسب نبود، خب جنوب شهر بود، گلبندک و پزشک قانونی و اینور دادگستری و دور تا دورش هم خیابانای یک طرفه، ولی به قول معروف خب اسب پیشکشی رو دندونش رو نمیشمارن. ما خیلی خوشحال شدیم که خب یه تئاتری ساخته شده، حتما به ما میدن دیگه، ولی سر کافت خمره گیر کرد. دکتر فروغ هنوز ما رو لایق رفتن به روی صحنه نمیدونست و اصلا از اون جنگولک بازی تلویزیون هم راضی نبود. درگیری شروع شد، کار به وزیر و اداره بازرسی و چیزهای خیلی بالاتر کشید و ما پامون رو توی کفش کردیم که یا دکتر فروغ باید بره و یا ما از اداره تئاتر میریم. در نتیجه گروه استفاچی پیروز شد و قرار شد شورای درست کنیم و اداره تئاتر 25 شهریور رو شروع کنیم. فکر کردیم بهترین کار اینه که 25 شهریور رو با یک فستیوال تئاتر شروع کنیم و این برای اولین بار بود که در ایران یک چیزی به نام فستیوال تئاتر برگزار میشه. شروع کردیم به کار. حالا بگذاریم که چه کوششی شد در این زمینه. بالاخره
برنامه‌ریزی نتیجه‌اش این شد که با 7 نمایشنامه از 7 نمایشنامه نویس بزرگ ایرانی به مدت 16 شب با حضور فرح پهلوی که افتتاحش کرد به روی صحنه تئاتر 25 شهری برگشت. که دلم میخواد اسم اینا رو بگم براتون. امیرارسلان نامدار نوشته پرویز کاردان، علی نصیریان کارگردان. پهلوان اکبر میمیرد نوشته بهرام بیضایی کارگردان، عباس جوانمرد. بهترین بابای دنیا نوشته دکتر غلامحسین سایدی کارگردان، عزت‌الله انتظامی. کوروش پسر ماندانا نوشته کوروش سلحشور کارگردان، بکردین خسروی. چوب دست‌های برزیل نوشته غلامحسین سایدی کارگردان، جعفر والی. مجموعی از نمایشنامه عامیانه شامل نقالی، پرده‌داری، تعزیه، نمایش روحوزی و مرگیری هم به همت پرویز سیاد و در اساسنامه تئاتر قید شده بود که این تئاتر فقط باید تئاتر ایرانی درش اجرا بشه. ولی بزرگترین مشکل اون زمان ما سانسور. سانسور همه رو کلافه کرده بود. ولی خب حالا اینجا داستانش مجبورم کوتاه بیام برای که وقت نیست. ما جماعت تئاتری تمام عمرمون تو چنگ سانسور بودیم. هر کاری میخواستیم بکنیم اول باید از کانال سانسور میگذشت. یه عمر سینجیم پس دادیم. راستش تو قفس بزرگ شدیم. هیچ وقت لذت پرواز رو تجربه نکردیم. اگر هم گاهی در قفس رو نیمه باز کردن، از پیش بالا پرامون رو بسته بودن. ولی خب، بعد از سالها تجربه ما هم قلق کار دستمون اومده بود. یاد گرفته بودیم که تو سر سانسور کلا بذاریم. البته خب ولی بعدش خیلی از نویسنده و کارگردان ها کارشون به زندان کشید. من خیلی عذر میخوام، وقتی به من گفتن ساعت 10 دقیقه دیگه وقت داری، من تمام تمرکزم از دست دادم. بیرو در بسی. یعنی تون محایی در از بزنم چی رو بگم که نگم در نجه. عذر میخوام. به قول چیز. به هر حال این وضع تاعت ما بود. خب بذار من به طور خلاصه بگم که این موقع کارگاه نمایش شروع به گسترش کار کرد. تئاتر شهرستان ها شروع شد. فستیوال تئاتر شهرستان ها شروع شد. جونس موزیکال شروع به کار کرد. گروه های آماتور، گروه های دانشگاهی شروع به کار کردن. جشن فرهنگ و هنر برگزار شد. میشد هر سال. جشن هنر بود که در شیراز اجرا می شد. همه اینها بود و بسیار هم خوب بود، ولی یک چیز اساسی وجود نداشت، اونم آزادی بود. ما زیر سرپوش رشد می کردیم. ولی خب گل گلدانی عمرش کوتاست. بقیه ماجرا رو همه می دونیم. از قفس در اومدیم، افتادیم تو قل و زنجیر. به قول مادرم اومدیم بهترش کنیم، بدتر شد. اومدیم وسمه بکشیم، چشمشو کور کرد. برده‌هایی بودیم که ما را به رخت و چوب شبانی فریفتن. همه ما هر کدوم به یه شکلی مثل این که دو جور زندگی کردیم. یکی پیش از انقلاب، یکی بعد از انقلاب. خب اول انقلاب تب و توب انقلاب و آزادی بود. خیلی تئاتر رشد کرد. خیلی رشد کرد. ولی بعد از یک سال که حکومت تونست مستقر بشه، همه کسانی رو که کار تئاتر میکردن تو تنگنا گذاشت، به طوری که ما مجبور شدیم همه تقاضای بازنشستگی کنیم. بازنشسته شدیم و باز خواستیم کار بکنیم، اجازه ندادن و تئاتر افتاد دست کسانی که ما نمیدونیم کی هستن. خدا حفظشون کنه البته. بعد اینجا مشکلی به وجود اومد با خود تئاتری‌ها. یعنی آدمایی اومدن تو تئاتر که اصلا اهل تئاتر نبودن و نیستن و هنوزم نیستن. ولی از اون ور دانشکده تئاتر توسعه پیدا کرد. که
مقدار مثلا تعداد تئاتری که الان تو تهران هست، دانشگاهی که در سطح ایران هست خیلی بالاست، ولی معلم ندارن، آموزش درستی نیست. مثلا در بوشهر، در شهسوار، در عراق، در قزوین، در زنجان، در اینجا تئاتر وجود داره، یعنی دانشگاه تئاتر هست، بچه ها میرن تئاتر میخونن، سالی 2-3 هزار نفر فارغ التحصیل تئاتر میگه داریم ما الان، ولی خب نه جاش هست و نه اینا واقعا آدمایی هستن که تئاتر خونده باشن. ولی تو این وسط یه تی جوان هستن که واقعا دارن کار میکنن، دارن جنگ میکنن، دارن مبارزه میکنن با چنگ و دندون، تئاتر مملکت رو حفظ کردن با همه بدبختی ها و محرومیت ها و فشار ها و خفقان ها. همیشه در توی صحنه که میرید یک در پشت صحنه بازه، برای که اگر ریختن تئاترشون رو به هم بزنن بتونن از اون در فرار بکنن. در حال الان تئاتر ما وضعی داره که مثل همه چیزهای دیگه هم، و من باید بگم متاسفم به خاطر این بحث. یک بحثی بود میخواستم بکنم راجع به تئاتر در تبعید، متاسفانه فرصتش نیست. آزادی بیان رو می‌بینی؟ متاسفانه وقت نداشتی. والا همه تئاتری از مملکت رفتند و هر کدوم آواره یک جا شدن. تئاتر امکانات خاصی رو لازم داره که در همه کشورها براشون فراهم نبود، ولی با همه اینها کوشش کردن و این کوشششون هم بالاخره به ثمر رسید. ما الان خب بعضی فستیوال های تئاتری خارج از تبعید داریم، جوانان تو تمام کشورها از فرانسه، انگلیس، آلمان، به خصوص آلمان، و مشغول کارن و فعالیت میکنن و از تئاتر به عنوان هنر معترض خیلی خوب دارن استفاده میکنن. ما در کانادا هم دلم میخواست یک کمپی تئاتر داشتیم، شروع کردیم، ولی خب نه استقبالی شد و نه کسی اومد بگه خرتون به چنده. تئاتر هم خرج داره، کار داره، لوازم لازم داره، به هر حال میدونید خودتون اهل تئاتر هستید میدونید. در نتیجه یکی از عقب مونده ترین جاهایی که از نظر تئاتر تبعید من سراغ دارم کاناداست، در حالی که بزرگترین امکانات هنری رو این مملکت از نظر تئاتر کانادا داره، مملکت ایرونیا داره. عذر میخوام، نمیخوام تعریف کنم، حداقل ما کسی رو توی مملکت داریم به عنوان کارگردان ایرانی که 2 سال جایزه میبره، جایزه اول تئاتر مملکت رو میبره، ولی ما اصلا بهش اعتنا نمیکنیم، حتی نمیریم تئاترش رو ببینیم. کسی که فرهنگ اگرم کار میگذاره ریشه های فرهنگی ایرانیه، یا حلاجه، یا آرش کمانگیره، یا قضای روز ایرانه، آی با کلا ایگا کلا رو توی مملکت میذاره، ما اصلا اعتنا بهش نمیکنه. ها با در میکنه یک کاره، نه، این بزرگترین اشکالی که ما تو مملکت توی این جامعه داریم. تئاتر اصلا نگاه بهش نکردیم.
اصلا توجه بهش نکردی. من خودم ناچار شدم برم آیه گلی دیگه کار بکنم. یه پیس گذاشتم تئاتر ایرانی. خب من پول ندارم که از جیبم بذارم رو کار تئاتر خرج بکنم براش. ندارم. کسی هم کمک نمی کنه. در نتیجه تئاتر تبعید خودش یک مبحث تئاتر بزرگی شده و به هر حال قابل بحثه. در کشورهای مختلف. فستیوال‌های مختلف می‌ذارم بچه‌ها. نشریه دو هفتگی. نشریه دو هفتگی تئاتر. بعدم اسمش تغییر کرد. شد 15 روز تئاتر. من نرسیدم. من می‌خواستم صحبت بکنم. کارگاه نمایش یک تشکیلاتی بود که از طرف تلویزیون تقویت میشد و برای خودش بسیار بسیار جایی بود که به اختصار کارهای مدرنتر و کارهای جدیدتر و کارهای اصولیتری که تو تئاتر اون روز مطرح بود اونها بیشتر امکانات چیز داشتن، امکانات عرضه این نوع هنر رو داشتن، یعنی اونها کار تئاتر میکردن ولی بیشتر توجهشون به نوع کار تئاترهای مدرن و امروزی و خیلی به حساب متداول اروپایی بود و به نظر من گاهی هم کارشون به ادا اصول میکشید، ولی در مجموع یک نگاه جدید و درستی بود که به تئاتر میکردن. آربه آونسیان بود، بیژن مفید بود، عرض کنم خانم فهیمه رازگار بود دیگه، که کسی دیگه از این اسما یادش نیست. ولی خب به حساب سردمدار کلشون عربی آوانسیان بود و آشور بانیپال پابلا بود و دیگه که بود آقای نویسنده نلبندیان بود، عباس نلبندیان نویسنده بود، بیژن مفید اینجا کار کرد. خیلی جایی بود که واقعا جای پرجوش و خروشی بود برای تئاتر. بله. من متاسفم دیگه، متاسفم، خیلی متاسفم، جلو همه هم میگم متاسفم. نه 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 معذرت هم نخواهید، شما کار خودتونو میکنید، هر کسی کار خودشو میکنه. من نمیدونم اصلا این جلسات برای چی تشکیل میشه، میدونید هدف فرهنگیه یا هدف دور هم جمع شدن و بعد حرفای دیگه زدن، سکوت کردن. Thank you.
در همزمان با هم دو دانشکده را افتاد. یکی دانشکده هنرهای زیبا بود، یکی دانشکده هنرهای دراماتیک، که رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک آقای دکتر فروخ شدن. خب دانشکده بود مثل همه دانشکده ها، معلم های اومدن، ولی معلم های بسیار با ارزشی تونستن اونجا نفوذ کنن و درس بدن و فارغ التحصیل خیلی خوبی هم داد بیرون و دانشکده بود که یواش یواش داشت خیلی حیثیت و آبرو پیدا میکرد و خیلی معتبر میشد، که متاسفانه بستنش دیگه بعد از انقلاب. بله خب اونجا خیلی کار شد، خیلی کار شد. میتونید هر کجایی که راجبه تئاتر حرف بشه و صحبتی بشه مورد تایید ماست دیگه، میدونی؟ به خصوص دانشکده. ولی خب دانشکده هنرهای زیبایی خورده مدرنتر و چیزتر بود، اکتیوتر بود از دانشکده هنرهای دراماتیک. جای اداره هنر دراماتیک قبلا اداره ما بود، که البته باز اونم امکانات وسیعی نداشت. یعنی همیشه دانشجوها مینالیدن از عدم امکانات تو زمینه‌های مختلف. ولی خب به هر حال حضور یک دانشکده خیلی مؤثره، به شرطی که این مسئله تو دانشکده هنرهای زیبا و دانشکده هنرهای دراماتیک تو این دانشگاه خیلی خوب رعایت می‌شد. معلم‌های خوبی می‌آوردن، استادای بسیار بسیار باسواد و بسیار علاقمند. ولی الان ما خیلی دانشکده داریم، ما 8-12 دانشکده تئاتر داریم. ولی من خودم شاهد بودم که سال چهارمی میاد به سال دومی درس میداد. این حد، یعنی معلم ندارن، علاقمند هستن. خب جوان ها میرن اونه که میخونن، ولی خب بعد هم میام دیگه بازاری هم وجود نداره، بازار کاری هم وجود نداره که جذب بازار کار بشن. در نتیجه فقط از همون لیسانسش استفاده میکنن، کنن برای معلومش کجا استخدامشون کنن. در حال اوضاع خیلی ناجورتر از اون نیست که امروز بشه راجع بهش حرف زد توی شرایط کنونی. ولی خب اون موقع واقعا ارزش داشت دانشکده. من یادمه اون موقع دانشکده ها که فارغ التحصیل میدادن میشدن میمدن دوره کارآموزی میدادن، به عنوان کارشناس تئاتر میرفتن شهرستان ها کار تئاتر میکردن، تدریس تئاتر میکردن، بودجه خوب داشتن، امکانات خوب داشتن، تئاتر میدادن. خیلی خوب بود، یعنی برای یک دانشجو که دانشجو فارغ التحصیل دانشکده از دانشکده تا دست فارغ التحصیل میشد امکانات خیلی خوبی بعداً به وجود اومد میومد براش. ولی الان وجود نداره اینا دیگه، اینا دیگه نیست، مطلقاً نیست. آقای بله بله ولن به نظر من یکی از استثنایی ترین چهره های هنری مملکت ما آقای نصرت کریمیه. من از نزدیک باشون آشنام، باشون یک کارم کردم در نمایشنامه پیسی بود به اسم مهمان ناخوانده، کار عروسکی بود. من باشون همکاری کردم، تنها عروسکیش من نبودم، یعنی من آدم بودم، بقیه عروسکی بودم. بعد ایشون شنیدید میگن یه آدم از هر انگشتش 7 هنر میریزه؟ کریمی هم چه آدمیه. آقای کریمی نقاشه، گریموره، مجسمه سازه، کارگردان تئاتره، کارگردان سینماست، بازیگره، نمایشنامه نویسه، سناریسته، هر چی بگید این هست. و جالبه بعد از انقلاب ایشون رو به جرم ساختن فیلم محلل گرفتن، زندانی کردن، تا پای اعدام هم رفت و از همه حقوق اجتماعی محرومش کردن. زکونی چیکار کرد آقای کریمی؟ رفت تو خونش کاکتوس، ولی کاکتوس پرورش داد. و باز همونجا اون مجسمه های ناظرینی که چهره های مختلف از دمق و عبوس و اوقاتر اون چیزی که ساخته به وجود آورد. یک آدمی پر از جوشش، پر از انرژی و پر از استعداد به نظر من، که خوب شد یادش اینجا شد. شروع شدن همین تاریخ رو که شما اشاره کردید.
ببینید جامعه اون چی رو حذف میکنه که بهش میخورونه، درسته نه؟ من دقیقا به یاد دارم که یک موقعی که تئاتر به عنوان یک هنر والا تو جامعه مطرح شد، این والایی تئاتر یه حالتی به وجود آورد که آدم ها خوزشونه بود که میریم تئاتر، باور کنی خوز میدادن امشب رفتیم تئاتر. ولی همون جامعه بعد از 10 سال دیگه تبدیل به همون جامعه میشه که شما میگید میره چی رقاصا رو نگاه میکنه. پس اون چی که به خوردش میدن مهمه. و در ضمن یک مسئله بسیار نکته اساسی ما داریم توی کار هنری و فرهنگیمون که هیچ چیز مداوم نیست، همه چیز یه جا شروع میشه قطع میشه دوباره از اول شروع میشه. حقیقت یعنی تداوم فرهنگی به خاطر شرایط اجتماعی ما هیچ وقت نداشتیم. هیچ چیز از یک نسل به نسل دیگه منتقل نمیشه. الان خود نسل ما دیواری است بین ما و نسل جوان دارن میکشن، بین خود جوان ها دارن دیوار میکشن، میدونید؟ یعنی یکی از خصوصیات حکومت دیکتاتوریه که هیچ چیز از این نسل به نسل دیگه منتقل نشه. ولی خب به هر حال میشه، نمیشه جلوش گرفت، دنیا که به کام اونا پیش نمیره. ببینید تئاتر وقتی اومد تو ایران یه تئاتر هنر جدید بود. خب این هنر جدید تو یک عده آدمای سطح بالای مملکت، و این خیلی جالبه، تئاتر از اشرافیت تو مملکت شروع شد. یعنی خونه های اشراف میرفتن مینوشتن، تئاتر مینوشتن، بازی میکردن و خیلی هم به اسم براشون پوز بود که بازی بدن، بازی بکنن. و بعد ما از اون یه تئاتر دیگه داشتیم که تئاتر مردمی بود مثل تئاتر روحوزی، و یک اصل بسیار عمده داشتیم که خیلی تو جامعه نفوذ کرده بود، اونم نقالی بود. همه اینا رو ما داشتیم. منتها وقتی تئاتر جدید اومد شما می‌رفتید تو تئاتر می‌دیدید که همون تئاتر روحوزیه، منتها مثلا یه جور دیگه بازی میشه، دیگه سیاهه سیاه نیست، ولی همون ادای سیاه رو در میاره. مثلا اینا بود. ولی بعداً همین جور اینا می‌دیدید نسل به نسل به هم منتقل نکردن. من فکر میکنم که مثلا اگر نسل سال 1320 تا 32 میتونست ادامه پیدا کنه، اون تئاتر ادامه پیدا میکنه، مسلماً سرنوشت تئاتر ما چیز دیگه بود. ما دچار فاجعه شدیم، دوباره شروع کردیم، این ققنوس تو خاکستر دوباره آتیش گرفتیم، دوباره از خاکستر خودمون دوباره تخممون سبز شد، دوباره تخممون تخم ققنوس در اومد. این مشکل تئاتر ماست، مشکل هنر ماست، مشکل فرهنگ ماست. منظور فرمودید؟ خب الان نسل جدید واقعا هیچ زیر پاش سس داره کار تئاتر میکنه، اصلا زیر پاش محکم نیست، نمیدونه داره چی کار میکنه، هیچ امیدوار نیست که بتونه ادامه بده. و بعد میبینیم که یک از مسائل مشکل مملکت ما الان این شده، هر کاری موفق شده، هر کاری موفق باشه و جلوش گرفت، برای که چیزی توشه که سانسور نفهمیده. و الان دیگه سانسور وجود نداره، حذف وجود داره. یادتون باشه ما دیگه سانسور نداریم تو مملکتمون، ما حذف وجود داریم، حذف میکنیم. ناب قد تاموش دارم بلوچ فهمدید؟ یعنی این تقطیع ها باعث شده که این تداوم به وجود نیاد. لطفاً بلندتر بنید که من صداتون نمیم. بله بله. ببینید سوال خوبیه.
بسیار خوب، با کمال میل عرض کنم خدمت شما که یادتون باشه همین جوانایی که دور هم جمع شده بودن همشون سابقه چپی داشتن، همشون، یعنی همشون یک جوری لاس چپانه قول معروف زده بودن، حالا کم و بیش. در نتیجه اینا زائده یک فرهنگی بودن که اون 12 سال تو مملکت ما تدوین پیدا کرد و اینا باید گفت یکی از مسائلی که حزب توده مطرح کرد مسئله فرهنگی بود و رو مردم خیلی تاثیر گذاشت، رو نسل جوان خیلی تاثیر گذاشت. اون کتاب خوندن رو به بچه‌ها یاد داد، فکر کردن رو به جوان‌ها یاد داد، منضبط بودن رو به جوان‌ها یاد داد. همین رو باید قبول کرد. ما میدونید من راجع به اون طبقه‌ای که مشتاقانه دنبال اندیشمندانه دنبال مسائل روز می‌رفتن و دلشون می‌خواست مسائل دنیاشون رو بفهمن، ادبیات بفهمن، شعر بفهمن، همه اینا رو واقعا حزب توده خیلی کمک کرد به جامعه فرهنگی اون موقع. خب اینا از اون جامعه در اومده بودن، درست؟ یعنی یک بک‌گراند ذهنی اجتماعی داشتن. اونا نمی‌خواستن لباس ایرانی رو بپوشن، نه، اونا می‌خواستن اندیشه ایرانی رو برگزیده، اون چیزی که در درون جامعه می‌گذره، اون چیزی که در درون واقعیت‌های ملموس جامعه وجود داره که هیچ کجا نمیشه گفت و تئاتر بد گفت، که نتیجه این حرکت یا ما می‌بینیم مثلا نمایشنامه مثل چوب رسای ورزیل میشه یا خیلی نمایشنامه‌ای که جنبه سیاسی مطلقا نداشت ولی جنبه دقیقا جهانبینی انسانی توش بود. این حرکت از اونجا شروع شد. و اینکه صادق هدایت به دلیل اینکه اون موقع ما میگم از ما قرار نبود، ما چانسو مگه میگذاشت کسی حرف بزنه، یواش یواش قدم به قدم قدم به قدم قدم به قدم این شکل گرفت، معنی پیدا کرد و به عنوان یک مسئله اجتماعی داد مطرح شد. یک شبه به وجود نیمد ولی هدف این بود، هدف رسیدن به همین نکته بود. من اینجا یه مطلبی نوشته بودم که خب خوشبختانه نشد بخونم. اونم این بود که معتقدم تئاتر یک هنر حرام‌زاده است. هنر خیلی بدجنسیه. اینقدر نیش و کنایه تو تئاتر هست که خدا میدونه. من یادمه یه بار با سانسور صحبت میکردیم. گفت شما رو نمیشه کنترل کرد. گفتم چرا؟ گفت شما زن و شوهر دعواشون شده تو اتاق، زنک عصبانی گوشکو با ور میده، طرف شوهرش پرت میکنه. میدونی برای چی؟ برای اینکه عکس شاه اونجاست میخوره به عکس شاه، عکس شاه رو بشکنه. متوجه شدی؟ اینم بهتون بگم بچه از این زیرکی استفاده میکنن. به همین دلیل همیشه دولت با تئاتر درگیره. هر 3 ماه 4 ماه یکی رئیس عوض کنه، قرارداد می‌بنده،
مقررات جدید میذاره، هی سعی میکنه یه کاریشون بکنه. ولی بچه ها اینجا نوشته بودم که اطاعت شئن گربه مرتضی علیه، هر دور بلش کنی هوا چهار دست پا میاد پایین. و این کاریش که ما با سانسور یه عمر کردیم، خوشبختانه این تجربه منتقل شده مبارد با سانسور. خب بعدم که متوجه میشن الان دیگه این قانون رو گذاشتن که حتی شب اجرا میان توقیف میکنن، اینجا رو حذف کن، اونجا رو بذار، اونجا رو بردار، وسط اجرا هست تو دودمان به باد میدن، دادگاهیش میکنن و اینا هست. ببینید تئاتر به عنوان یک هنر زنده، پویا و معترض همیشه تو جامعه ما مطرح بوده، همیشه مطرح بوده. ولی خب از اونور کم خطرتر از سینماست، به دلیل اینکه فوق شما یک سالن اینقدری که داشته باشین شبی 400 نفر 500 نفر به طور کلی اگر خیلی شانس بیارید بیان تماشا کنن. شما باید 30 اجرا دارین، 30 تا 500 تومن چقدر؟ 30 تا میشه 15000 نفر، درست؟ این 15000 نفر از چند آدمای برگزیده هستن، ولی خطرناک نیستن برای اون جامعه ای که برنجی. ولی با وجود این باز از تئاتر میترسن، باز تئاتر سانسور میشه، باز تئاتر جلوش گرفته میشه، باز همه حرفی رو تو تئاتر نمیشه زد، یعنی اصلا نمیشه حرف زد. و الان دارن برنامه‌ریزی میکنن که اصلا نشه حرف زد، بیرون دروازه بگم. یعنی فقط تئاتر بذاشتی مذهبی باشه یا حکومت تعریف کنه یا راجب جنگ باشه، شهادت و اینا رو تبلیغ کنه، همین الان داره تئاتر. ولی با وجود این و همین دلیل وقتی یه تئاتر میتونه از این روزنه ها، از این لابیرینت ها، از این تنگناها در ببره خودشو، ما میبینیم که مردم خیلی خوب و مشتاقانه استقبال میکنه. تئاتر شهر رو شهبانو پولیشو داد و ساختن. تئاتری بود که همون موقع ما گفتیم از نظر فنی اشتباه این تئاتر. این تئاتر باید بیزی میذاختن نه گرد، برای اینکه الان خیلی جاش صدا رو نمیرسی به سالن. بگذاریم حالا مسئله فنی. تئاتر ساخته شد و بعد از مدتی شد یکی از مراکز مهم تئاتری مملکت، ادامه داشت تا انقلاب. بعد از انقلاب تالار 25 شهرور متروکه شد و بیشتر از همه تالار شهر رو اومد. منتها در تالار شهر یک فاجعه بزرگ به وجود اومد و اون اینه که هر سوراخی رو که اینه پیدا کردن، هر اتاقی رو که پیدا کردن، زود بلا فاصله چهار تا صندلی گوشی گفت این یه سالن، سالن سایه، سالن ایک، سالن ایکرک، سالن ای بعد دیگه شما برید سالن دارش حدود 10 تا 12 تا سالن می‌بینید که البته سالن چه جایش قد همین قربتی که البته خب جوان ها احتیاج دارن جا میخوان، ولی باید جایی بهشون داد که جا باشه. الان تئاتر شهر یکی از مشکلات اینه که من یادم خودم اینو پرابسی بگم، از ساعت یک از همین تئاتر اومدم بیرون، هر چی میگشتم راه خروج پیدا نمیکردم، باور کنید. بعد رفتم از یه آقا گفتم آقا ببخشید من بعد از کجا برم بیرون؟ خندید میشناخت، گفتش که آقای والی چند روز پیش از زندان آورده بودن اینجا یه درو که زندانیا رو که تئاتر بهشون نمایش بدن، یک دو تا از زندانیا فرار میکنه. آقا هر چی بالا پایین میرن راه خروج پیدا نمیکنه. نه این واقعا فاجعه است. من که خدایی نکرد این تئاتر یه وقت آتیش بگیره تکلیف چیه؟ واقعا تکلیف چیه؟ حالا از اون ور مثلا آقای دولت اومده درست پارکینگ تئاتر شهر رو برداشت مسجد ساخته، یعنی درست یه بدنه تئاتر شهر مسجده. از اون ور شهرداری اومده درست متروش رو گذاشته کنار تئاتر شهر که هر وقت رد میشه این تئاتر، که البته دعوا و مرافع و اعتراض و اعتصاب و نمیدونم تظاهرات شد که نکنین آقا این کارو. ببینید اصلا تئاتر به عنوان یک مسئله اجتماعی برای اینا مطرح نیست، و اگر مطرح باشه چون هنر هرومزاده ای همونطور که گفتم زیاد طرفش نمیدن، زیاد پروبال بهش نمیدن. در ضمن نمایشنامه تئاتر مونگای تئاترال که فرمودید
نمایشنامه را علی نصیریان نوشت و کار کرد. البته این از اون نوع کارهایی که هیچ تاثیرگذار نبود به نظر من. من اینکه یک کاری بود تقلید از روحوزی و امیر ارسلان چرا؟ ولی بانگاه تئاترال مطلقا تاثیرگذار نبود. و کاری هم نبود. میتونی یه تقلید بود از کارهای روحوزی و تمام کارهایی که میشد. آیشون یه کار کردن خودشون. پیسی گذاشتن به اسم پدر. ولی تو تهران نشون ندادن. بردن آبادان نشون دادن. وقت بامزه است که از هنرپیشه اداره تئاتر فقط مثلا نقش اولش یکی از هنرپیشه‌های بازی کرد که اصلا تو اداره تئاتر نبود. چون اعتقادات خاص خودشو داشت. میدونی حالا خدا رحمتش کنه. ولی یه نوع نگاه خاص خیلی منزه طلبانه انگلیسی به تئاتر نگاه میکرد. میدونی؟ یعنی خیلی اصلا تئاتر مگه چیز حیفیه مگه همه کس میتونه طرفش بره. بستگی به شرایط داشت. مثلا یه موقع بود آقای کندی اومده دموکرات و دم از آزادی بشر رو از این صحبت ها میزنه و از این صحبت. اون موقع ما خدا آزادتر بودیم. گوش میکنی؟ یا مثلا اتفاق در واقع واقعا تاثیر میگذاشت. یعنی مسائلی که خط قرمزا متغیر بود، یه خط قرمزای مشخص و معینی بود که اونا رو از طرفش نمیشد بری. به حکومت نباید به حرفی بزنی، به هیچ کدوم از اقشار جامعه نباید حرف بزنی. مثلا شما نمیتونی یه دکتر بیاری تو صحنه که این دکتر آدم مثلا زیاد آدم خوبی نباشه، چون جامعه دکترها اعتراض میکرد. حتی نمیتونی خیاط بیاری که کج روخته، باور کنید. یه قصاب بیارین که گوشت کم میفروشه، اصلا همچی چیز جامعه قصابا اعتراض میکرد. منظور یعنی تا این حد ما چیز بودیم. طرف دولت که اصلا نمیشد رفت، طرف مسائل مملکتی که اصلا، و به خصوص طرف دربار، اون دیگه حریم مطلقا غیر قابل نفوذ بود. حالا عرض کردم هر دفعه هر موقعیت در شرایط اجتماعی که شرایط سیاسی موقعیتی که جامعه قرار میگرفت، باز این چیز مثلا این خط سانسورا تغییر میکرد، ولی زیاد هم تغییر نمیکرد. گوش میکنی؟ آره. این چیزای ثابتی بود که گاهی وقت تصفیش میشد، گاهی وقت هم مثلا من یادم درست موقعی که کارتر اومد بود ایران درمان چیز، من یه پیسی که محال بود تصفیه کنن دادم تصفیه کردن. این چیزا بود. یعنی ولی خب اون موقع این چیز بود که وقتی تصفیه میکردن دیگه راحت میتونستی اجرا کنی. اما حالا مشکل اینه که بعد از تصفیه بلد نمیکنه. وقتی هم تصویب که مثلا اونجا سازمان امنیت میرفت و حالا من نمیدونم اونجا کیا تصویب میکردن، ولی الان سازمان امنیت هست، سپاه پاسداران هست، امام جمعه هست، نماینده امام جمعه، خلاصه چندین گروه هم که میشینن یه نمایشنامه رو تایید یا تصویب یا رد میکنن. و بعد هم خطر این که هر شب اجرا، یعنی واقعا بیچاره هنر پیشه هر شب تنش میلرزه که نکنه امشب بگن نه، امشب بگن نه، امشب بگن نه، یا بریزم به هم بزنم با چوب و چماق، بریزم کتکشون بزنن. این الان یه خورده وضع ناجور شده برای هنرپیشه‌ها. چرا به همین دلیل من دیگه جرأت نمی‌کنم کار تئاتر بکنم. چون می‌ترسم، چون دیگه نمی‌تونم درم درست جان. چش؟
ببینید دوست عزیز، متوجه شدم. خب ببینید، ما ممکنه مثلا در یک زبان محدود و معینی که در یک جامعه ما، گوشه ای از یک مملکت ما وجود داره، یک لغتی به وجود اومده باشه که این لغت یه خورده نزدیک باشه به اونجوری که مفهومی که ما مثلا از یه لغت فرنگی گرفتیم، ولی نمیتونیم اینو عامش بکنیم. روزه فهمیدید؟ من مثلا، خب ما الان لفظ نمایش رو آوردیم، حتی این مورد هست که مثلا چه میدونم کامپیوتر تو مملکت ما میشه یارانه؟ نه، رایانه. هیچ کس نمیگه رایانه، شما رایانه هم خراب شده. یا مثلا شروع میکنن واژه های این لغت سازی تو مملکت ما یه مقدار زیادی کار دست همه داده، والا به جان شما. میدونید هی میخواد واژه اختراع کنه، میدونید، و این واژه اختراع کردن در ذهن ما رو از مثل که از ادبیات دنیا، از فرهنگ دنیا دور میکنه. هی به دخترم میگم آقا ما اونجا رایانه داریم. میگه رایانه چی؟ میگم همون کامپیوتر. میخواب که میگی رایانه، همه دنیا میگن کامپیوتر، شما میگین چرا را و این اسمای مختلف. این به هر حال این چیز قشنگی میتونه باشه، اما جامع نیست، میدونید، گسترش نمیتونه پیدا کنه. ما تیارتو به مفهوم چیز تیارت، مردم عامی میگن تیارت. خب مثلا ببین مثلا ما شاندوفر رو میگیم شازدفر، میتونه زبان فارسی یا رو خیلی شازدفر قدیم میگفتن، یعنی لغت فرانسه است، وقتی ترجمهش بکنم به فارسی یه چیز دیگه میشه. خوشبختانه طول فعالیت شما خیلی زیاده و خب طبیعتا نمیشه در این وقتی کم تقریبا نصفشه بکنم، چون رسید به انقلاب دیگه وقتی حالا قبل از این برسه به انقلاب ده دقیقه رسید و بعد دیگه به چی شد؟ و خب طبیعت ماجرا هم هست، یعنی خیلی ها نمیشه خورده گریم به خاطر این که خب زمان محدوده. ولی من حالا یک نکته رو خواستم بگم که حالا اگه باستانی توی از این فرصت بشه استفاده کرد برای اینکه بشنویم، اینه که خیلی جالب بود برای من بخصوص اون قسمت همون بالا خانه و ایناد، یعنی ما میبینیم که قسمت عمده تئاتر و هنر به جایی که تو اون دانشگاه ها و با اون هزینه های زیاد شکل بگیره توی اون بالا خونه محقق و تحت فشار در واقع اونجاست که بزرگان تئاتر شکل گرفتن و اتفاق افتاده. بعد از انقلاب من خودم شاهد بودم، یعنی یک جاره که من شاهد بودم هم منزل خانم اسکویی بود که بعد از انقلاب اونجا ما تئاتر می‌دیدیم و خانم ها بی‌حجاب بودن توش، یعنی حجاب وجود نداشت و تو خونه شون و آموزش تئاتر می‌دادن. عرض کردم توی فرمانت این و بعد خیلی بچه های جوانی که الان مثلا مثل محمد یعقوبی اینا که کارهای خوبی تو تاعت و این نسل چیزی که دارن انجام میدن از شاگردای همون خانم اسکویی و اون شرایطی که یه چند بارم ریختن و چیز کردن تو ریختن تو خونه مایی که اون منظور شخصشون بود و مثلا سالن پذیرایشون کرده بودن فرانه ببینید، عرض کردم مهین اسکویی یه شیفتگی هست که نمیشه، مثل مرض میمونه، نمیشه معالجش کرد. مریض تئاتر بود، واقعا مریض تئاتر بود. پول نداشت، کار نداشت، زندگی نداشت، اما یه اتاقکی درست کرده بود، خیلی قشنگ بود، یادتونه دورش گوری زده بود، این صحنه تئاتر. بچه ها میبدن اونجا باش کار میکردن و یه زندگی میکردن در واقع تئاتر دکتر زم. و این اینقدر با شور و هیجان و عشق این بچه ها کار میکرد و بچه ها با چه شور و هیجانی میپذیرفتن. برای خودش یک دنیای آزاد بدون سانسور تو خونش، تو اتاق مهمون خونش درست کردن.
یادم یه شب اینو تاریخ خاطره رو براتون میگم، امیدوارم متاثر نشید. رفتم دیدن مهی، ما میش گفتیم مهی، دیدم که تک تنهاست، یکی از بچه‌ها اونجا نشسته. تا من ندید گفت خوب شد آقای والی اومدید، من باید برم این کارو این کارو این کارو این کارو این کارو بکنم تا شما باش، تا من برمیگردم. ما هم نشستیم، حالا مهینا مریض بود خانم. بعد ما میشستیم، دیدم مریض ناراحت، مهین ناراحته. گفتم خانم بسکوی چتونه؟ خانم مهین خانم چتونه؟ گفت هیچی، میخوام بخوابم. گفتم خب بخواب، وقتی که بعد منو بغل کنه ببره بخوابونه. گفتم خب من بغلت میکنم ببرم میخوابونم سر جهات. گفت وقتی تو الان فلانی میاد، میدم درد آشفته است، نمیتونه چیز کنه. بعد میدم گفتم گرسنته؟ گفت آره، حالا من بلد نیستم رفتم بسکوی. بله حال، یعنی یو وقتی از اون خونه آدم بیرون، یاد دیدم ای دل غافل، این چهره با ارزش تئاتر ما یکی نیست ازش پذیرایی کنه. ولی با همینا بچه ها بدم تو هم روز صندلی چرخدار میشه بهشون درس میداد. نه اینا یک آدم های، اینا به نظرن مجانینی هستن که فرهنگ ما رو ساختن. باور کنین فرهنگ ما رو دیوونه ها ساختن، نه آدم های عاقل. به خدا آدم عاقل که دنبال این کارا نمیره، مرض داره که بره. والا ممنون. من عرض کنم خدمت شما که من شروع کردم، مشغولم و متاسفانه یه وسواس هایی دارم مخصوص خودم که هرچی جلوتر میرم میگم خب اون مسئله رو اینجوری هم میشه گفت، یا این مسئله رو اینجوری هم میشه گفت. البته من دارم مینویسم و حتی ناشرش هم مشخص شده، حتی اسم کتاب هم مشخص شده. اسمش هست گوسفند زنده، قصاب در باغ حاضر است. اسم بیوگرافی بنده خواهد بود. حالا اگر وزارت ارشاد اجازه انتشارش رو بده، منتونی تو مملکت ما از هزار خان رستم، اول هفت خان بود، حالا شده هزار خان. هزار خان رستم باید گذشت تا بتونی یک چیزی رو به ثمر برسونی. ولی راست میگید، ما واقعا باید تجربه همون در اختیار جوانا بگذاریم، یعنی خیانت به خودمون اگر نکنیم این کارو. خورشید از همه گفتیم به جز مبارک و خیلی ولی کله تو بله بفرمید. بفرمید از چی بگم؟ از همه گفتیم به جز مبارک و خیلی مبارک چهره عروسکیه، همون سیاه هست که میاد و همیشه هم شلوغ میکنه، حرفای عوضی میزنه، بعد همیشه محبوب ترین چهره هم اونه. که البته مبارک توی روحوزی هم گاهی اومده، تو تئاتر روحوزی که مبارک، اون همون لحظه چیز روحوزی هم اومده. داره اینا چهره های محبوب و محبوب مردم هستن که مردم دوستشون دارن، حرفای درست حسابی میزنن، همه چیز رو دست میندازن، واقعیت ها رو اونا میگن و اینا چهره های هستن که یه موقع تو ادبیات و فرهنگ و هنر تئاتر، یعنی هنر نمایشی ما نمیگفت تئاتری، خیلی سوکسه داشتن، خیلی ارزش داشتن. من یادم زمان ما این چیزا خیلی مد بود، بچه عاشق مبارک بودن. با همون عروسک ها که با ماشین میمد
خان میومد نمیدونم میادن میرقصیدن چه چقدر قشنگ بود اون کاره با عروسک های با چیز با نخ که میکردن آره. اصلا میومدن تو خونه ها کوچه ها برای بچه ها مردم جمع میشدن و مردم مثلا یکی سناری قربوندن شهی سناری یک اپسی بهشون میدادن آره. این هم مبارک شما خوب شد چی داره؟ هزار ساله یعنی از اون وقتی که تعزیه و تماشای خیابونیشون شده و روحوزی فرانسوی ها بعضا یکی کار تئاتر خیلی مشروع دیدن اینو رفتن مطالعه کردن و میگوستن ما بریم از اینجا تئاتر چیز یاد بگیریم. والا من خودم بعد از 60 سال که ظاهرا تئاتری بودم سابقه 2000 سال و 1000 سال مطلقا نداشتیم. تا زمان پیش از مشروطه اومد ایران البته ما چیزای نمایشی داشتیم که اون مربوط به خودشه، قاطیش نباید کرد. ما مراسم داشتیم. نخ ببینید مراسم مذهبی، مراسم مردمی غیر از تئاتره. تئاتر واژه‌اش مشخص با معنی مشخص. مزه فهمیدید؟ اونا نمایش های آینی بله از تمام ملت ها از قدیم. هنوز شما تو قبایل آفریقایی برید هنوز مراسم آینیشون همون رقصشونه، همیشه مراسم آینی. یعنی بشر از وقتی که دور هم جمع شد و اعتقاد پیدا کرد که یه های نیروی مافوق حاکم بر او هست، تئاتر اصلا ریشه تئاتر به نظر من ترس بشر از اون چی که در اطرافش بوده تئاتر به وجود آورد، برای که عکس العمل بوده یا رقص بوده یا آواز بوده یا صدا بوده یا فریاد بوده یا دست جمعی کاری کردن بوده که در نتیجه این نطفه اصلی تئاتر از اونجا بسته شد که خب البته رشد پیدا کرد. بعد یک قسمتی از این مراسم آیینی جدا شد تئاتر. بزرگ فهمیدید؟ وگرنه خب ما مراسم آیینی بله 2000 سال هم داشتیم ولی تئاتر نبود. نظر یک خود بلندتر حرف بزنه، من دلم میخواد حرفتون رو بشنم. ببینید شرایط همیشه رو تماشاگر تأثیر میگذاره. الان تئاتر ما اون تماشاگر واقعیش رو نداره، نمیگم از دست داده، یعنی اون رغبت و شوقی که قبلا وجود داشت که آدم ها میمدن و میسدن حرف میزدن صحبت میکردن راجب تئاتر و راجب هرچی، الان دیگه از بین رفته. علتش هم شرایطیست که به وجود آوردم. من با نمونه قرض کنم خدمتتون. شما میرید تئاتر، میومدی تئاتر، بنده تئاتر گذاشتم میومدی تئاتر با میسدید، من گریمم پاک میکردم میومدم بیرون، ساعت ها تو خیابون با میستدیم، تو خود تئاتر با میستدیم، با هم حرف میزدیم، گوش میکنیم. ولی الان چه جوری شده؟ تئاتر که تموم میشه بلافاصله چراغا رو خاموش کن، تماشاگر رو از سالن بیرون میکنن. متوجه شدی؟ یعنی اصلا پشت صحنه که حق نداریم بریم ابدا، ولی همونجا هم بلافاصله که تئاتر تموم شد آقایون بفرمایید آقایون هم میفرمایند دیگه، میرم بیرون در قطعات هم بچه ها در پشت میرن. میدونید به طور کلی نمیدونم چه شرایطی هست، چه ذهنیت هست که هر گونه تماس داشتن، هر گونه با هم بودن قدغنه، عملا قدغنه و خطرناکه. به نظر اونا هر گونه با هم بودن خطرناکه و ما میبینیم که این داره، این برنامه در تمام شؤون جامعه پیاده میشه. حتی تو خانواده ها دارن یواشاش از این جدایی ها رو به وجود میارن. منظفه بودی؟ تئاتر یک هنریست که اون ارتباط لازم رو وقتی با تماشاچی برقرار میکنه که بین تماشاچی و مجری اون ارتباط صمیمانه و اون آزادی عمل وجود داشته باشه. ملاحظه فرمودی؟ این الان فاقده اونه، در نتیجه خیلی گرگوله توشه که اون چی که باید باشه نیست.
بله. عرض کنم بعضی از هنرمندا به خاطر استعدادهای والایی که دارن سبکای خاصی به وجود میارن برای خودشون که به نظر من بعدن هم قابل تقلید نیست. نمونهش که در جهان همه میشناسن چارلی چاپلین. دیگه معروف‌ترین میشه دیگه. اون یک استایل و سبک خاص خودش داشت به عنوان بازیگر که خب اون مفاهیمی هم که میخواست با اون ترتیب بیان میکرد. تو کار تئاتر از این چهره به وجود اومد چندین بار. یکی از اونها ارحام سعد بود. ارحام سعد یک، اون حاضر جوابیش، دو، اون شعور اجتماعیش که میفهمید الان در جامعه چه چیز مورد توجهه که همون رو انگوش بذاره روش، سه، استعدادش. اینا قاطی شد، تئاتر درست کرد که اصلا تئاتر ارحام سعد خاص خودش بود. اگر هم دقت کرده باشید ببینید هیچ کس نتونست کار ارحام سعد رو تقلید کنه، درست یا نه؟ ولی این یک نوع تئاتری هست که در تئاتر به حساب میگن فلبداه گویی، که این باز توی تئاتر ما ریشه داره. نام ریشهش رو حوزیه، ریشه رو حوزی فقط تمیشتر فلبداه هست. یعنی نه تکست دارن نه نوشته که بشنن حفظ کنن. من میدیدم یادم میشه میشستم در دکون در موقع شادمانی هم بهش میگفتن مثلا چیز رئیسشون میگفت امشب مجلس خونه حاجیه یا امشب خونه مجلس خونه سرهنگه، امشب خونه مجلس نمیدونم فلانه. هر آدم و هر طبقه رو اینا میشناختن. بعد میگفتن خب امشب فلان نقش فلان کار بازی میکنیم، تو اینو بازی میکنی، تو اینو بازی میکنی، تو اینو بازی میکنی. و اونا مطلب کارشون انقدر تکراری شده بود که دیگه حفظ شدن چیکار باید بکنن. و یا اگر میخواستن یه کار جدید بکنن میشستن همین جوری فلبداهه با هم چیز میکردن، نمینوشتن که بشینن مثل تئاتر. در نتیجه اون تئاتر شکل خاص خودشو داشت. ملاحظه فرمودید همونطور که تئاتر ارحام سعد شکل خاص خودشو داشت. عرض کردم هیچ کس نتونست ارحام سعد رو تقلید کنه، ولی تئاتر بازی میکرد و این تئاتر کمدی بود و بیشتر تئاتر کمدی که ما تو دنیا بیشتر خیلی از هنرمندهای بزرگ رو داریم که کارشون فلبدا هست. من در این مورد چند دوستان دانشمندتر از من بهتر بتونن توضیح بدن. مثلا یکیش که تو ایتالیا به خصوص این هنرمندها زیاد هستن که کاملا مثلا تو خیابون میرن فلبدا راجبه مسئله روز، مثلا راجبه احتساب کارگرای فلان منطقه شروع میکنن تئاتر بازی کردن، یا به خاطر گرانی فلان چیز شروع میکنن تئاتر بازی کردن. یعنی تئاتر خیلی چیز زنده ایه، خیلی رابطش با جامعه خیلی رابطه فشرده و نزدیکیه. به همین دلیل تئاتر به یک هنر شیرینیه. به همین دلیل نفس به نفس آدم رو با هم حرف میزنن و این یکی از خصوصیات تئاتره. مسئول این سالون اینجا بالای سر ما وایساده الان چند دقیقه است و هی به من اشاره میکنه ما الان یک رو به هم اضافه از وقت استفاده کردیم. مجددا از استاد والی تشکر میکنم و امیدوارم در تصمیم خودشون تجدید نظر کنند. از شما هم تشکر میکنم. برنامه بعدی ما جمعه 11 مارچ بررسی گرافیک معاصر ایران، دوستانی که علاقمند هستند که فعالیت های خانم کتاب کمک بکنند دوست ما آقای تکفلی یک خبری رو میخواد به اطلاع شما برسونه. یک